وزیر امور خارجه آمریکا در مالزی از تلاش بسیار کشورش برای طبقه بندی سرکوب مداوم مسلمانان روهینگیا در میانمار به عنوان نسل کشی خبر داد. بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی گفت: آمریکا به تحقیقات فعال درباره شناسایی اقدامات انجام شده در میانمار و اینکه آیا این اقدامات در ردیف نسکشی هستند یا خیر ادامه می دهد. و یکی از اهداف مهم سفر خود به جنوب شرق آسیا را این موضوع عنوان کرد و گفت وضعیت سیاسی در میانمار پس از کودتای نظامی فوریه گذشته وخیمتر شده است بیرینکن خواستار آزادی افرادی شد که توسط رژیم نظامی حاکم دستگیر شدند و افزود آنگسان سوچی مشاور دولتی میانمار و برنده سابق جایزه صلح نوبل نیز در میان بازداشت شدگان است وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از اداره شورای نظامی میانمار خواست اجازه دسترسی بلامانه به کمک‌های بشردوستانه و پایان دادن به خشونت علیه معترضان را بدهد به گفته وزیر امور خارجه ایالات متحده اقدامات اضافی ممکن است شامل تحریم هایی برای تحت فشار قرار دادن رهبران نظامی آسیای جنوب شرقی میانمار برای بازگشت به مسیر دموکراتیک باشد آمریکا در حالی از محکومیت اقدامات دولت نظامی میانمار سخن میگوید که در عمل هیچ اقدامی برای متوقف ساختن نسکشی مسلمانان در این کشور انجام نداد و آنگ سوچینیز نیز که در زمان انجام این جنایت ها هنوز دستگیر نشده بود به طور تلویحی از آنها حمایت کرد مالزی میزبان نزدیک به دویس هزار پناهجوی روهینگیایی است که از آزار و اذیت دولت نظامی میانمار به این کشور گریختند